عصرهای کریسکان کتابی است روایتگر جانهای فدا شده به پای انقلاب اسلامی ایران از دیار مرز نشینان قهرمان کردستان، این دیار جدا نشدنی از پیکره یک پارچه ایران عزیز. رهبر معظم انقلاب با توجه به اهمیت این کتاب یادداشتی بر آن مرقوم فرمودند. شهری در شمال غربی استان کرمانشاه، پاوه قهرمان. اینجا مشهد شهیدان و یادمان مقاومت مردمان نیک اندیش و با بصیرت پاوه است. این منطقه امتیاز و برجستگی پیدا کرد در دفاع در مقابل ضد انقلاب، هنوز قبل از شروع جنگ تحمیلی. در 26 مرداد سال 1358 مقاومت این دیار در 7 روز نفسگیر، هنگامی که شهر از سوی گروهک‌های ضد انقلاب در محاصره بود، خود گواه اصالت، میهن پرستی و غیرت مردمان این سامان است. ما ملت کرد همواره برای جانفشانی برای نظام و انقلاب و دین و اسلام آمده. امروز میهمان یکی از چهره‌های ناماشنای انقلاب اسلامی در دیار اورامانات شدیم. ما موستا، ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه. مردم کرد اهل سنت در 3 استان آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه در راستای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و حفظ امنیت منطقه بیش از 10,000 شهید تقدیم خدای تبار و تعالی انقلاب اسلامی و امنیت مملکت کرد. در حوزه ادبیات دفاع مقدس قوم کرد جایگاه ویژه‌ای دارد. این کتاب عصرهای کریسکان، کریسکان محلی در کردستان عراق، زمانی که منطقه سردش پاکسازی شده، احزاب مخالف جمهوری اسلامی نیروهای خودشان را به اون طرف مرز بردن و در اون طرف مرز زندان دایی کردن که این آقایان اونجا زندانی بودن، این آقای امیر سعید زاده و آقای کیانوش وزار راغب. بنده امیر سعید زاده سرسال سردشت در سال 79 که توسط حزب منلی دموکرات اسیر شدم در خاک کردستان عراق، بنده را به عنوان اسیر در زندانی به نام دره کریسکان نگهداری می کردن. دره کریسکان هم که اونجا هم مقر داشتن هم زندانی داشتن، عصرها بچه ها را که صدا می زدن به هر دلیل که در باقی می شد برای اعدام بود. منم به خاطر این که شهدامون را براموش نکنیم و عصرهای کریسکان را براموش نکنیم، اسم کتاب رو گذاشتیم عصرهای کریسکان. کتاب در 28 فصل به چاپ رسیده که رهبر معظم انقلاب بران تقریزی مرقوم فرمودند. کتابم چاپ 7 است. حوزه هنری بخصوص سوره مهر زحمت کشیدم، هم از زحمتشان ممنون و سپاسگزارم. موسا حضرت آقا تقریزی که پای کتاب ها مینویسه چه اهمیتی دارد؟ کتاب را چند به چندین برابر بها، قیمت، ارزش و جایگاه میده. و اما این مردم همچنان پای کار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. رهبر عزیز، اهل سنت استان کرمانشاه فقهن پیرو امام شافعی رحمت الله علیه هستند. بدون تردید ارادت ما به انقلاب اسلامی و شخص حضرت علی به عنوان رهبر فرزانه انقلاب نشأت گرفته از راه و روش سلف صالح ماست. اشکان ماجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان پاوه.